عزیز، بعد از نشستی که مجامع اسلامی ایرانیان در فرانسه داشتن، تصمیم بر این شد که با آقای بنی‌صدر درباره سوالاتی که از داخل کشور ایران رو با ایشان در امروز 25 شهریور 76 در اقامتگاه آقای بنی‌صدر هستیم در شهر ورسای و این سوال ها رو با ایشون در میان میگذاریم و امیدواریم که برای شما این سوال ها جواب ها راه حل ها رو در میان بگذاریم. سوال اول آقای بنی‌صدر درباره اثر میکونوس بر دستگاه تروریست دولت ایران، رأی دادگاه بیلند چندین ماه از این رأی میگذره و ما الان 9 سال از شهریور سال 67 که در اون روزها همونطور که در نامه آیت الله خونده در اومده چند هزار زندانی سیاسی به دستور آقای خمینی به قتل رسیدن و با یادی که از اونها میکنیم این سوال رو با شما مطرح میکنیم که چند ماه که از این رأی دادگاه برلین گذشته شما چگونه ارزیابی میکنید اثر اون رأی رو بر دستگاه ترور رژیم حاکم بر ایران؟ بسم الله الرحمن الرحیم. از کنم به شما یک رژیمی که از انقلاب ایران فاصله میگرفت و میرفت به طرف یک دولت، تبدیل میشه به یک دولت توتالیتر، طبیعتاً کار خودش رو از طریق جنایت و فساد و خیانت باید انجام میدن. غیر از این نمیتوانست یک انقلابی رو که مردمی در اون شرکت کرده اند تبدیل کنه به یک استبداد فراگیر. پس در این سه قلمرو بود که میباید کوشش میشد برای اینکه چهره واقعی نظام مولاتاریا رو مردم ایران و مردم دنیا شناسایی. کوشش هایی که در زمینه افشای چهره جنایتکارانه رژیم انجام گرفت از قبل از کودتا به خرداد ۶۰ که یاد می آورید وقتی که در میدان آزادی از شش نوع زندان صحبت کردم و وجود شکنجه و در این زندان‌ها آقای خمینی یک هیئتی رو معین کرد که همین بشارتی که تا چند پیش وزیر کشور بود هم جزء این هیئت بود که بروند و تحقیق کنند که شایعه است شکنجه یا واقعیت دارد شکنجه. اون وقت هم عفو بین الملل با ما در ارتباط بود، یعنی نمایندش هم می آمد همین بینا و 400 عکس از جنایات این شکنجه‌گرها گرفته شده بود. اینها داده شد به عفو بین المللی، چون داده شده بود اینها اینجوریه در زندان ها شکنجه است. اونا رفتن و مأمور بودن، همین آقای بشارتی آمد پیش من گفت آقا اینهایی که به شما گزارش کردن یک خورده ناچیزیست از یک وضعیت وحشتناکی، شکنجه ها باور نکردنی با زندانی ها می شود. گفتم خب پس برمید همین ها رو بگزارش کنید. خب نه نمی توانم. گفتم چطور نمی توانید؟ گفت به این که ما رو مأمور کردن برمید گزارش کنیم که شکنجه در کار نیست. مأمور نکردن داریم میگیم که هست. به من این جرأت رو که بنابراین خلاف امر امام عمل کنم میگم هست ندارم. مطلب خوب هم دیدیم که شما از خدا نمیترسید، از امام میترسید. برای من رفتن گزارش کردن سباش گفتن که شایعه شکنجه بود و واقعیتی ندارد. پس از اون زمان بود تا اوجش رسید به همین
ماه شهریورش از به اصطلاح 67 67 میشه دیگه بعد 67 9 سال پیش که بعد از شکست به اصطلاح در جنگ و آتش بس اینها فرصت رو غنیمت شمردن برای اینکه یک کشتار بی‌رحمانه رو انجام بدهم بعد از اون ماجرای فضاحت فروغ جاویدان. و اونطور که آقای منتظری در نامش به آقای خمینی می‌نویسد اینها در سه شب با سه سوال 4000 نفر رو قتل عام کردن. و این نامه که فرستاده شد برای من که در مصلحت اون کشور و حقوق مردم انسان ازش استفاده بشود منتشر شد و در اختیار خبرگزاری‌ها قرار گرفت و نتیجه اون این شد که آقای منتظری رو از قائم مقامی عزل کردن. خب بعد از اون به رویه جنایت همجور ادامه دادن تا رسید به در خارج کشور ترور رو همیشه بود و از کشتار بود تا رسید به کشتن گروه رهبران حزب دموکرات کردستان و دو نفر دیگه در نیکاراگوآ. این کوششی که شد به طور مستمر در ماجرای میکونوس یک کوششی بود که اشخاص مختلفی با طرز فکرهای مختلفی در این کوشش شرکت کردن و قصدشون این بود که روشن کنن این جنایت رو چه کسانی سازمان دادن. به طور مستمر پیگیری شد نه به نتیجه رسید و یک حکم روشنی این دادگاه دادگاهی بردیم صادر کرد. اصلا این حکم چون تا اون وقت خب این جنایت انجام میگیره و همه میدونستن رژیم انجام میده منتها میگفتن که آقا ما میدونیم ولی مدرک نیست. حالا این دفعه مدرک شد حکم دادگاه و من شد هست و دادگاه رأی داد. رأی این دادگاه که من بخوام حالا تجزیه تحلیل کنم چون قبلن هم در این مورد صحبت کردم کوتاه می کنم در این مسئله صحبت رو، ولی اثرش بر مردم ایران همطور که بر مردم نقاط دیگر دنیا این بود که این رژیم دیگه اون که بتوانه در هر جای دنیا جنایت انجام بده و آب از آب تکون نخوره و جنایتکارها رو بتونه برگردونه به ایران دیگه اون وضعیت و مردم ایران دیدم عده ایرانی روی یک حق ایستادن و در این حق پیروز شدن با وجود اینکه همه میدونستن حکومت آلمان با تمام توان کوشش میکرد که نگذاره کار به اینجا برسه، اصلا فکرم نمیکردن که کار ممکنه به اینجا برسه و بسیار بودن که توی ایران قراری که بعدن به من گفتم شرطبندی میگردن که مگر ممکنه بابا غیر ممکن است مگر حکومت آلمان میاد منافعشو برای خاطر اینکه دادگاه به حق رأی بده از دست میده. بابا هیچ کس باورش نمیامد که این کار شدنی باشه و شد اون مردم دیدن که عجب پس این کار اولا شدنی است ثانیا پشت این رژیم خالیست. اثر این حرکت رو شما در اثر این حکم رو در حکم دومی که خود مردم ایران صادر کردن این دفعه با اون حرکت عمومی در دوی خرداد دیدید که این مردم در واقع حکم تجدید نظر دادگاه تجدید نظر دادگاه میکنس بود که در این دادگاه که این بار مردم ایران قاضی بودن رأی دادن روی اکثریت خیلی عظیمی در واقع میشه باید گفت نزدیک به اتفاق آرا این ملت رأی داد وجدان عمومی این ملت رأی داد که این رژیم جنایتکار است. اثر میکنوس اینه، یعنی اون
وقتی یک وجدانی یکسان سلا واکنش نشون داد، وجدان جمعی، معناش این است که اون روشن مسئله رو دریافت، روشن دریافته که این رژیم جنایتکار است و با این ترتیب با این حرکت تقدیر کرد از کسانی که در داخل کشور و در خارج کشور با فداکاری کوشیدن برای اینکه این حق رو به کرسی بنشانند. این در توضیح گمانم با توجه به توضیحات مفصلی که در فرصت های دیگه دادم کفایت میکنه برای سوال شما. ولی فکر میکنید که دستگاه ترور رژیم ضعیف شده یا نه؟ چون اخیراً این خبر بود که باز کده رو به خارج از کشور فرستادن و قصد ترور شما رو دارن، این همچین برنامه داشتن. همونطور که میدانید اون عده در واقع یک هیئتی بود فرستاده بودن به سوئد، به لحاظ اینکه شبکه ترور اینها در ماجرای میکنست تنها یه پیروزی در مسئله صدور و حرف نبود، در جریان این کوششی که میشد که اطلاعات دقیق در اختیار دادگاه قرار بگیرد اسامی بسیاری از سرشبکه های ترور رژیم هم در اختیار به اصطلاح دادستان قرار گرفت و این اسامی رو و که در مورد کشورهای دیگه هم اون مصباحی در اختیار گذاشت، مجموعه این اطلاعات که در داخل رسید از خارج رسید یه خبائث شد. اینها سبب شد که شبکه ترور این رژیم در اروپا متراشی بشه، این هم خودش هم یک پیروزی بسیار بزرگی. اخیرا یک هیئتی رو میفرستن تحت عنوان بازرگانی به صدای هیئت صنعتی به عنوان بازدید از مؤسسات صنعتی سوئد که در این هیئت سه نفر افراد باباک بودن که اینا دو مأموریت داشتن. یک مأموریت داشتن به این که اونجا یک مرکزی ببینن میشود ایجاد بکنن که دوباره بازسازی کنن شبکه خارجی کشورشون رو، دو اینکه ترتیب ترور من رو بدهن، به ترتیب که بیان از اونجا به فرانسه رو برگردن، موانع و امکانات و همه اینا رو گزارش کنن که هیئت که گروه ترور که میفرستن اینها به تمام بی درد سر بیان مأموریت خودشون رو انجام میدن. و اون هم به اصطلاح اون کسی که سرتیم بود اون پناهنده شد در اونجا در سوئد و این حقایق رو اطلاعات رو در اختیار ما و حکومت سوئد گذاشت. خب پس فعلا ما از طریق همین آدم و از منابع دیگه مطلع شدیم که این شبکه ترور از بین رفته، اما یک مسئله مهمی تو بومی رو افتاده. اگر در صورتی که به اصطلاح معناش این باشد که من دارم عرض میکنم، آقای محسن رضایی از فرماندهی سپاه برکنار شده، جاش داده به یک آدم دیگه. اولا میخواستن جای این رو بدن به یه شخصی اسم علایی، ولی شورای فرماندهان سپاه رای به اون نداده، رای داده به این رهیدادی سفر. اونها رو یعنی محسن رضایی داره دستش رو در سپاه، چون اینا مثلا آدمایی بودن که کارهای اطلاعاتی انجام میدادن برای خمینی از قبل از اینکه حتی سپاه تشکیل بشه. بعدم که سپاه تشکیل شد اطلاعات سپاه رو در دست گرفتن و وقتی کودتا شد اینها کل سپاه رو دادن تحویل اینا و اینا بر سپاه حاکم بودن تا حالا. اونا تو در سپاه رو اینا میگن سواکی های سپاه. تمام این فعالیت های تروریستی رژیم رو اینها در دست داشتن. حالا اگر معنای برکناری این آقا این باشه که اون شبکه رو از سپاه رانده باشن، از فرماندهی و مسئولیت های سپاه، میشود گفت که در درون کشور هم، در درون رژیم در واقع هم یک ضربه مهمی به تروریسم وارد شده. به هر حال یک مسئله که مثلا دقیق و روشن و واضح هست که مود از اون نمی رود صحبت های آقای دوری نجف آبادی است. خطاب به در پاسخ خبرنگار آلمانی گفت که سیاست خارجی در انتخاب وزرا حتی خود این آقا دخالت داشته. پس اون وزرایی که در اون دادگاه برمان شبکه ترور
یا تحت تعقیب قرار گرفتن یا نامورده شدن، اونها کنار گذاشته شدن. اینا همه از تاثیرات اون مثلا حکم در محاکمه در میکناس هست. فرمیگردیم به قسمت بعدی این گفتگو که درباره حرکت مردم در دو خرداد گذشته است. حدود 100 روز از این حرکت میگذره. شما علل و زمینه های پیدایش این حرکت رو در چگونه میبینید و اونو چه شکلی ارزیابی میکنید؟ از کنم در قرآن یک توجه به انسان میدهد و اون این که غالبا انسان غافل است از توانایی های خویش و میگوید که دائم به خود بیاد بیارید که از شما یک توانایی های دارید که اگر اونها رو از یاد نبرید و بعد اونها درست بهره برداری کنید کارهای بزرگ از شما ساخته میشه. مردم ایران هم مثل خود ما که ایرانی هستیم در مهاجرت توانایی های خودشون رو اونطور که باید میمونم بگم که خیلی کمتر از اون که باید ارزیابی میکردن. نتیجه مثلا در دوی خرداد ما که طی این دوران طولانی کوشیده بودیم که یک خواست عمومی وجود بیاد در ایران تا این خواست عمومی یک حرکت عمومی رو ممکن بکنه و به نظرمون میرسید که این خواست عمومی به وجود آمده چون اون مردم با این رژیم مخالف شدن و خواهان آزادی و مردم سالاری شدن، ما این که آیا این مردم آمادگی همچه حرکتی رو دارن یا نه، این نسبت به این مسئله این آگاهی رو نداشتیم. خود مردم هم نسبت به توانایی های خودشون این آگاهی رو نداشتن و یک حرکتی است که بسیاری میگویند که در همون یکی دو هفته قبل از انتخابات پیدا شده. یعنی در واقع نمیشود روی حرکت در یکی دو هفته قبل پیدا میشود. اون خواست عمومی و شرایطی که اون رژیم خودش ایجاد کرد سبب شد که خواست عمومی مجال بروز پیدا کرد، مجالش کرد این پیدا کرد که تبدیل بشه به حرکت. حرکتی که مردم ایران چون اون باوری که این توانایی درشون هست که بتونن همچه کاری بکنن نداشتن، بسیارم فکر میکردم رأی منبیدیم ولی اون یکی در میاد هستن بود. حالا که یک دفعه حرکت برخواست و رفتن و رأی دادن، حالا به هر مقدار چون اونها که رأی دادن، چون اونها که رأی ندادن، رأی دادن به محکومیت این رژیم. فردای اون روز همه عجب این توانایی در ما بوده. خود ما هم اینجا گفتیم عجب. پس می گفتن این مردم کارپذیرن و حرکت نمی کنند و به هیچ علاقه ندارند و این پس یه حرکت از کجا بود؟ پس حالا که بعد از اون دوی خرداد هستیم دیگه وضعیت مثل قبل از اون دو خرداد نیست. چند چیز روشن است. یکی این که معلوم شد به این که این نظر که میگوید یک خواست عمومی میتوان حرکت عمومی بر بیانگیزه، این هر نظر صحیحه و روش درستی هم هست. نه محتاج قهره، نه پای خارجی بیمیان بیاره، نه خطر نمیدونم افغانستان شدن ایران رو بار میاره. هرچی یک مردمی از این سر ایران و اون سر ایران، از شمال به جنوب از شرق به غرب با یک وجدان رأی دادن، یکسان رأی دادن. این معناش اینه که این ملت یک ملتی است دارای یک وجدان ملی بسیار قوی و اون حرفایی که میزدن ایران افغانستان میشود این حرفای مفت بوده. اینکه این مردم کارپذیرن و هیچ تکون نمیخورن و بی‌تفاوتن حرفای ایران به جایی بوده. اون که بایسته هست از این به بعد هم این است که این در پی اون خواستایی شد که جامعه با اون خواستا میتواند حرکت عمومی بکنه به طرف یک نظام مردم سالار. حالا سه ماه از اون زمان گذشته، آقای خاتمی حکومتشو تشکیل داده و یک وزیرهایی رو آورده و چمانکی میدنید هفت نفر از این وزرها رو تو مجلس
گفتن اینا جزء دفاتر هماهنگی با منشأ بودن و اینا هیچ چیز مثلا اعتباری به اونا نمیبخشه، بلکه سر به اعتبار هم میکنه، برای اینکه وقتی شما بودید و روی اصول راهنما نایستادید آدم های ضعیف بودید و نه اینکه ما بگیم ها اینا چون همچه سابقه داشتم پس بلکه از اینا کاری ساخته میشه، خیلی معلوم به اینکه آدم های ضعیف هستن. بقیه هم که وزرهایی هستن که مال اون آقایان در عمل این حکومت کاری کرده که بشه فقط گفت که غیر از این تغییر آقای رضایی اگر در صورتی که به اون معنا باشد که گفتیم یک موفقیتی است باید تصدیق کنیم و انصاف بدیم، در صورتی که اونطور باشه البته بقیه همه منفی، چیز عمل مثبتی نیست. اما حرفای خوبی گاهی آقای فاطمی زده است، از جمله در همین رفتن به باباک و صحبت از این کردن که شما دولت در دولت نباشید، عملیات کارهای اجرایی با شما نیست، شما باید مثل نور باشید و راه رو باز کنید. پس یعنی اطلاعات دقیق بود در اختیار قوه مجریه که اون بتوانه درست تصمیم بگیره. حالا این حرف عمل اون هست که اون آقا آماده با در سوئد برای ترور اون عمل حکومت کارش عمل است، حکومت کارش بعض و خطابه نیست. خوب حرفای خوب بزنانه شد، اما بهتر از اون این است که عمل خوب انجام بده. اون سرکون هم که اون وضعه اون بعد بیچاره اون یارو هم گرد امریکا هم اعدام شد و تو زندان هم که با زندانی ها برقراری بیشتر شد. این چیزا هیچ کدوم مثلا علائم خوب نیست. به لحاظ این که حالا ما میرسیم به اصلا میبینیم خب چی باید کرد و این حکومت چه میکنه از اون چی باید کرد. مثلا فرض کنیم میبینیم که این رژیم استبدادی چجوری به وجود آمد. از زمان کودتا یا قبل از کودتا هست اون چیزایی که اون پایه هایی که بر اون پایه های این استبداد ایجاد شده، یک حکومت درستی که بخواد قانون حاکم بشه، آزادی مردم داشته باشن، مردم سالاری باشه، باید اون پایه ها رو خراب کنه. یکی از اون پایه ها تصرف به اصطلاح سیاست خارجی است، رابطه با خارج که حالا من شد میخوام بگم خیلی مفصل میشود که آقای خمینی از اول اصلا این حساسیت شدید داشت به اینکه این روابط خارجی در ید او باشه، در اختیار او باشه. گروگانگیری و غیر زالک هم به این هدف انجام گرفت، به اون طرف هم به این هدف رسید. حالا سیاست خارجی دسته این باشه یه مسئله است، اینکه اصلا محور باشه در سیاست داخلی این مسئله دوم است که از مدتی در خود حکومت خمینی شد حالا هم ادامه دارد. شما الان من ملاحظه کنم همین امروزهایی که ما داریم از اطلاعاتی که همین روزها دارید، این آقا میگوید آقای خامنه‌ای این آقا شده رئیس جمهور و حالا کشور درست کنه. در حالی که ما الان اینجا نشستیم پسته ایران رو اروپا ممنوع کرده، نفت ایران رو امریکا، درست؟ دریای خزر همین جمهوری های آسیا میانه دارن گر به گر با این شرکت های نفتی امتیاز میدن مثل که ما اصلا اونجا هیچ کاره ایم. اما بیاد تو داخل کشور رابطه با همین قدرت های خارجی اروپا امریکا مایه به اصطلاح نزاع این جناح های مختلف رژیم بر سر قدرت. این میگوید که سفرا میتوانم برگردن، اون از اون وقت مثل سگ پاچهشو میگیره. کجا برگردن؟ رهبر فرموده سفیر آلمان آخر همه. اصلا فکر میکنید که یه آدمی که خود رو مدعی میشه نمیگم رهبر مسلمین دنیا یعنی 1 میلیارد مسلمان، خیلی این حرف بچه میزنه، سفیر آلمان آخر همه بیاد. این شد تنبیه بلکه این معلوم بهانه‌جویی بچه هست دیگه، دیده هیچ حرفی نداره بزنه، یه بهانه چسبیده به یه بهانه که این آخر همه بیاد. خب اونم میگوید که من آخر همه بیام یعنی که به
مثلا تو میخواید بیرون ما هم تحقیل کنید دیگه برمان نمیدازیدم تحقیل شما رو به دهکار شما دستات هم نیست که آمادی جنایت کردی محکوم شدی و میباید که شمایی که باید جبران کنید نه من دادگاهی بوده رای داده خب حالا این شده پس خب اون آقای وزیر خارجهش میگه که سفرا میتوانم بیام بعد اون نماینده میام میگه نه آقا به من گفت که هیچی عوض نشده اون آقا باید آخر هم بگید خب آقای سر وزیر تو که قرار بود که حرف رو سر راست بزنید نگو قرار نبود که شما قانون و صداقت و سلامت باشه تو کارتون خود هر سر راست حرف بزن دیگه چطور میگه بیان بعد خودت نمیدی یکی دیگه باید بیا بگید که نخیر این ظاهر فرمایششون باطنش که به ما گفت یعنی که اون آقا باید آخر هم بگید خب معلوم اینجا اون قفله اون از اون بر میگه که ما با امریکا حاضری مذاکره کنیم آقای خرازی اون آقای ولایتی از اون بر مصاحبه میکنه میگه هیچی در سیاست خارجی ایران عوض نخواهد شد این پس بنابراین رابطه با خارج وسیله دعواهای داخلی است بسر بود این یه پایین حالا یه حکومتی بخواد این کار درست بکنه اقل کمش این است که این پای سیاست خارجی از داخل کشور ببری بیرون سیاست خارجی برای مسئله عمومی کشور شما میبینید که دو غرب با اینکه اینجا مثلا اسلام خود رو نمیدونن و اصلشون هم توحید نیست و برادری اسلامی هم نیست و این حرفا در سیاست خارجی با هم دعوا نمی کنن یه یک صدا اما شما تو ایران اصلا دیدید هیچ وقت یک صدا هیچ هرگز برای اینکه اون این نقش داره در سیاست داخلی بعد میاد همین بودجه کشور این و آقای رئیس بانک مرکزی چندی پیش نگفت که ما بودجه رو اصلا کردیم کسیش صفر حالا تازهی مصاحبه فرموده میگه اصلا این تورم و این شما حجم نقدین و همه اینا زیر سر این اعتباراتیست که بنابر بودجه مکلفن بانک ها واگذار کنن و غالب اینا هم توجیه اقتصادی ندارد یعنی این فساد است چقدر 2570 میلیارد تومان خب از تو که گفتی ما خودت میگفتی ما کس رو بودجه نداریم حالا واردات ما صادرات ما نفته نفت موضوع تحریم آقای امریکاست واردات میخواییم بکنیم پول کافی نداریم و اینکه غزه خارجی داریم پس اون همین امروز میخوندم که صنایع ما با 50% ظرفیت کار میکنه که قطعا بنابر اطلاعاتی که به ما میرسه به مراتب کمتر از این هم هست حالا 50% چرا برای اینکه عرض نیست نمیدونم واردات کنم پولم ندارم درسته که حجم نقدینه زیاده به اون سرعت از این بالا رفته اما دست یه عده کوچیکی است که اونا هم حاضر نیستم ببرم سرمایه گذاری کنم اونا منافع نقد میکنم دو برابر سه برابر در هر معامله مریض که نیستن که ببرم اونا تبدیل کنم به سرعت در خودشون درد سر درست کنم این اقتصاد کشور است که آقایان از روز اول میخواستن نفت و بانکا رو تو در دست بگیرن حالا همین جور میشود مثلا در یک تحلیلی توضیح دادم که این 8 پایه این استبداد ایجاد کرد از پایه تبلیغاتی، پایه دینی که اینا فقط آقای ولی امر حق دارد احکام صادر کند و بقیه حق حضوری هم دارند این تصرف قوم رو که حالا شکست خورد و الان دوباره قوم سر بلند کرده و این 8 پایه رو یک حکومت دیگه بخواد در راه اون چرا که ایشون میگفت یعنی استقلال حکومت قانون و رعایت حقوق بشر بکنه کارهای اساسی که باید اول هم بکنه لیلا ممکن نیست هیچ برنامه رو بتوان انجام بکنه و کار ما این است که این موارد رو این که در اون
توضیح تحت عنوان از چهار سو دادم، این هشت پایه‌ای که باید زد تا استبداد تاریخی ایران فرو بخوابه و ایران آزاد بشود، این رو باید به طور صورت یک خواست عمومی در جامعه ایران درآورد تا معلوم باشه که موافق چی میگه، مخالف چی میگه، یک کسی که میگوید که من موافق آزادی هستم چه باید بکنه و این از ابهام بیاد بیرون. الان ما در شرایطی هستیم که در شرایط جدید میباید از ابهامات کم کنیم و ابهامات هم به این طریق میشود کم کرد که یک بگید این پایه‌ها رو بر افکار عمومی روشن کرد و گفت که اینها رو باید اون مردم بیستن و خراب بکنن پایه‌ها رو تا ایران آزاد بشود و آباد بشود و ابهام‌ها رفع بشه تا خواست عمومی، حرکت عمومی جدید وجود بیاره و جامعه به تمام بره به طرف آزادی. میتونید به طور خلاصه این به اصطلاح عمل کرد هایی که در جهت استقرار مردم سالاریست که اینا هم کلام هستن در حکومت شاید بتونن انجام بدن که به عنوان یک معیار باشه که بخوان سنجش بکنن مردم که اینا عمل درست کنن یا بد، و مقدار توضیح بدید که اون اینا چیست؟ الان که دو سه مورد چه توضیح دادم من دوباره برای شما شمارش کنم. اول کار، همونطور که اول کاری که کردم برای ایجاد استبداد کیش شخصیت آقای خمینی بود، جوری که تو اون کشور میشد به خدا کفت به پیغمبر ناسزا گفت، به این آقا اگر کم و زیاد میگفتی ادام میکردم. یه بیچاره دیوانه ایران تو همون زمان هایی که ایران بودیم ادام کردم به دلیل توهین به ولی امر حسین. اول همه یکی از پایه های اساسی این است که نه این آقا یک آدم اسمش بقیه و اصل شخص نیست، اصل حق است. شخص رو باید به حق سنجید نه حق رو به شخص. گمان من این است که از خدمت هایی که انشاءالله امیدوارم از من بماند در تاریخ ایران، یکیش این است که با کیش شخصیت مبارزه کردم و نگذاشتم خود را هم، خود من را هم کسی کیش اسطوره کنم. برای اینکه وقتی شما شخصی کردی اصول میشه همین، یه حرف بچگانه ای رو نمیشه و تو اون کشور گفت آقا یعنی چه این آخر همه بیا یعنی چه اگه باید بیا خب باید بیا، نباید بیا نباید بیا، آخر همه بیا یعنی چه آخر؟ آخه تو مسلمانی، این معلومه که خودخواهی تو مخواهی ارضا کنی، تمام دنیا اینو میفهمن بلا این که سیاست نداری نیست، که این سیاست کاری نیست، قاطعیت نیست. یه بچه نوناری خودخواهیست که اینجور در سیاست خارجی کشور اینجور احکام صادر میکنه، مثل که در دوره فاطمیان مصر آقای خلیفه حکم میکرد که فلان روز باید که مردم سوار خرکه میشوند پشت رو، یعنی روشون به طرف دم خر باشه پشتشون به طرف زر خر، حکم بود دیگه باید همجور میشستن، اگر نه معمولی نشون میریفتن مردم شد آمده. این اینه همون هست و کسی جرات نکنه بگه آقای رهبر یه حد منطقی بزن، حالا بیشه اقلا فکر کنه ممکنه انسان برای روی اینکه سیاست خارجی دندان نشون بزن، اما حرف حساب بودم که ما یه خنده تو دنیا نشد. این کش شخصی دو میباید که این سیاست خارجی که فعلا شده محور سیاست داخلیه ایران، این به کلی عنوان محور بشکنن و پای سیاست خارجی از سیاست داخلی به کلی بره کنار. اصلا معنای استقلال این است که سیاست خارجی در امور داخلی مورد استفاده مستقیم و غیر مستقیم قرار نگیرد. این معنای استقلال و هر کسی که به هر نحوی از سیاست از قدرت خارجی برای هدفهای داخلی استفاده بکند خلاف اصل استدلال کرده و خائن به ایران است. این غیر از این باشه ایران از بین می رود، بلازه ایران وسط دنیا است. این دوتا کار. سه این که این دستگاه های تبلیغاتی که در حال حاضر به انحصار ملاتاری هست، اونم گروه های مافیایی، اینا باید آزاد بشه. تو
ابزار اساسی کار هر استبداد فراگیری انحصار ابزار وسائل تبلیغاتی است. چهار، اینکه دستگاه قضایی میباید یک دستگاه قضایی به تمام معنا مستقل بشود، یعنی در حال حاضر این ابزار قدرت توتالیتر است، مدعی دستگاه قضایی نیست، خودش مدعی است و دادرس خداست. اگر این استقلال دستگاه قضایی، یعنی با از بین رفتن سازمان‌های سرکوب مثل همین باباک و مثل این دادگاه‌های انقلاب و بقیه این دستگاه‌های سرکوب، اینها اگر از بین نروند، اون جریان اندیشه و اطلاعات که لازمه این است که جامعه جوانی بیفته روی دنده ارزش بشه براش تولید فکر، تولید اقتصادی، تولید فرهنگی، نباید ارزش بشه تو جامعه. اگر ارزش نشه خب ایران هیچ وقت رشد نمی‌کنه. برای اینکه اینها ارزش بشه میباید این دستگاه‌های سرکوب برداشته بشن و اون سانسورها شکسته بشود، تبلیغات آزاد بشه تا جریان اندیشه و اطلاعات در جامعه جای جریان زور رو بگیره. باید همچنین این دین از انحصار قدرت بیا بیرون، از ابزار قدرت شدن بیا بیرون و آزاد بشود دین. این خوب توجه بکنید، دین تمام تجربه ها در تمام ملت ها هر مرامی در دست قدرتی افتاد که اسمش دولت یا غیر دولت فرق میکنه، سازمان سیاسی شما میده، وسیله توجیه کارهای قدرتی شد، اون دین فاسد میشه. ما بعد از قرنها شعار ما این است که دین رو آزاد کنیم از سلطه قدرت، و اگر به این هدف رسیدیم یکی از بزرگترین پیروزی ها رو در مقیاس دنیا به دست آوردیم. برای اینکه در غرب هم دین هنوز از قدرت آزاد نیست، هنوز در بند قدرت کلیسا قطعا هست، در بند قدرت سرمایه‌داری هست، در بند قدرت دولت‌های غربی هم هست. تمام اون میدونیم ظاهر این میون میگه لایسیته هم که قدرت تقسیم کردن، یه قسمت سهم کلیسا شده، یه قسمت سهم گروه‌های سیاسی شده که دولت رو در دست میگیرن و در عملا هم با هم کنار میام و سواری میکنم. این باید دین آزاد بشود، و خصوصا اینکه در دینی که اجتهاد آزاده معنی نداره که یک کسی به تنهایی بگه فقط احکام بنده جاریست. این که در جاریست نه. بله، من دارم الان چند تا الان به همین مقدار اگر انجام بگیره ما موفقیت های به اصطلاح بزرگی به دست می آوریم در راه تغییر این نظام استبدادی به یک نظام مردم سالار. از اون البته هنوز تمام ستونپایه ها رو نشوندم، ولی بیم این دارم که نکنه وقت شما مجال این ندهد که ما تفسیر بدیم. امروز شخصی از ایران اومده بود و درباره اوضاع ایران صحبت می شود و چیزهایی که مردم میگن. اونطور که ایشون میگفتن که اکثریت قاطع همطور هم که در حرکت دو خرداد نشون دادن مردم مخالف استبداد رژیم هست، اما بقیه دو نظر هست در داخل ایران. یه نظر بر این که باید منتظر بود آقای خاتمی یواش یواش عمل بکنه و جلو بره، و نظر دیگه اینه که آقای خاتمی به اصطلاح به عقب میندازه این استقرار دموکراسی و حرکت در ایران رو و از ایشون استفاده، چه مستقیم یا غیر مستقیم از ایشون استفاده میشه برای که حرکت برای استقرار دموکراسی رو عقب بندازه. من بخشی از اون گروه اول کسانی بودن که به ایشون رأی دادن اکثرا، و گروه دیگه کسایی که باز هم مخالف رژیم هستن ولی در اون رأی‌گیری هم شرکت نکردن. شما این دو نظر چه گرجا بیدید؟
ارزیابی من این است که مسئله کم و تون شدن حرکت مردم دست آقای خاتمی نیست، دست نیروهای مردم سالار است. به لحاظ این که اگر شما خواستای عمومی که الان گفتم مقاله دیگه گفتم حالا برای اینا باید افتو نیروهای سرکوب و قوای نظامی و انتظامی که احتیاج دست یک شخص است که باید از اون بیاد بیرون تابع ضوابط قانونی بشه، در تحت فرماندهی مقامات منتخب جامعه باشه، دائما در مهار مردم ایران، اینها نماینده به اصطلاح مطیع عوامل یک ملت رو باید باشه، نه یه شخص. اینها اگر به صورت خواست عمومی در آمد مثلا پایه اقتصادی، چجوری میخواد شما به جامعه باید گفت این اقتصاد شما، این تورم، این بیکاری، این فساد اقتصادی، اینا حل نمیشود تا وقتی که این پایه اقتصادی یکی از پایه های اساسی این استبداده. چطور میخواد شما این رو مسئله اقتصادی رو حل کنید در حالی که اگر این رو از اون باندهای مافیایی نگیری و اقتصاد رو تابع ضوابطی که یک اقتصاد ملی باید از اون زمان پیدا بکنند نکنی، این غیر ممکنه که شما به دوانی کوچکتر من مشکل اقتصادی رو حل کنی چه برسه به اقتصاد ور شکسته. گفتم این اقتصاد دو تا پایه داره، یکی واردات شکسته، یکی صادرات شکسته. این چجوری موقع شما اینا درست کنید؟ پس اینا باید تبدیل بشه به خواستای عمومی. اگر اینا شد خواست عمومی و جامعه دانست که چی میخواهد، آقای خاتمی فرض میکنیم که این آدمی نیست که، یعنی هر کسی دیگه باشه در جایی که او هست دلش میخواد کاری انجام بده دیگه، این فشار عمومی مقاومت رو در برابر خواست اصلاح کم میکنه. اصلاحی که در واقع میشود گفت انقلاب دیگه، چون اینا تغییر بدی یعنی تمام و ساخت و نظام رو عوض میکنه، به این دیگه نمیگن اصلاح. اگر اون خواست عمومی نشد، نشستی به انتظار، یه دسته گفتن که آقا این عقب میدازه، یه دسته گفتن که نخیر جلو میدازه، باید بذاریم سر کنیم آرام آرام کارشو کنیم. خب جامعه هم که همینجور با حال انتظار ما، جامعه منتظر که فعالیتی نداره، کارپذیره. خب اون بس اون آدم تنهاست در برابر اون رژیم، خب میخورنش. ما بخواییم روی هر کدوم از این دو نظر بریم، اون آقا بازنده است، اون حالا مسئله ما نیست، خب مسئله خودمونست. چون ما در هر حال اون انتخابات رو انتخابات صحیحی نمیدانیم. انتخاباتی که شرایط آزادی در اون بوده که نبوده که. هر بار دیگه هم با همون شرایط انتخابات بشود، ما به حکم اخلاق سیاسی باید تحریم میکنیم و میکنیم. این مسئله، اما از دید جامعه شما به مسئله نگاه بکنید. از دید اینکه ضابطه رو حق بگیریم، حق این است که این ملت یا باید وارد عملش کرد، همونجور که در دور خرداد وارد شده یک کاری انجام داد، یا باید گفت که آقا باید برو منتظر بمون. من میگم اگر شما به هر تقدیر بشینید این تاثیر را بعد بگیر، آی دیدی من راست گفتم، آی دیدی در دیر دوا نمیکنه. جامعه باید از این خودخواهی ها بیرون آورد، جامعه رو باید فعال کرد. جامعه هم برای که فعال بشود باید خواستاش بدونه چیست، چه باید کرد، اون چه باید کرد رو بشناسه و بخواد که اون کار رو انجام میگیره. این راه حل قضیه است. امیدوارم به اینکه این گفتگوی امشب یک فایده‌ای بکنم برای اونهایی که میخواهم به اصطلاح. آقای بنی‌صدر، این رأی اعتراضی دو خرداد رو بخش جوان جامعه بیشتر داده، پیامی اگه مایل هستید به این بخش از جامعه لطف کنید. خطاب یه خاطره میگم، من در نسل جوان امروز کشور میکنم. در دوره شاه این کلمه نسل جوان و نسل جوان باید چنین کند و چنین نکند رو در دانشگاه باب کردیم. مرحوم کشاورز صدر سخنگوی جبهه ملی بود، یه روز به من گفت آقا شما تا کی میخواید دانشجو بمونید؟ این دانشگاه تمام میکنید میگه اون دانشگاه
مشکل تمام بگیم اون دانش یه سری تو این کار هست گفتم برای یه سری هست خب چی اون سری؟ گفتم اون سری این هست که خب انسان در محیط جوان دار میمونه هم خودش احساس جوان میکنه همین که جنب است و جوش است و حرکت است و هیجان است و اندیشیدن است و راحت جستن است و با آینده فکر کردن است و اصلا مسئله ای که شما در این زمانه و این دنیایی که ما الان هستیم مسئله گذشته است و حال است و آینده اگه در یه جامعه جریان اندیشه آزاد باشه جریان اطلاعات آزاد باشه گذشته سرمایه می شود همینه بس دائم نگاه به طرف آینده است تو این جریان می بر آدم رو به جلو می گه پس حرکت به سوی جلو اما جوان اصلا زندگیش در آینده قرار می گیره جوان تعریف جامعه شناسیش این هست که بخشی از جامعه است که در آینده خواهد زیست یعنی باید آینده رو بسازد تا بعد در اون آینده زندگی کنه تا به نوبه خودش یک نسل جوان دیگه ای در اون آینده پرورده بپروره و امور رو به او بسپاره برای نسل‌های بعدی این محل عمل جامعه جوان است ما الان در کشوری داریم که این آینده به کلی بریده سیاه هیچ معلوم نیست کجاست الان از یه جوان تو ایران بپرسی آینده چیه؟ اصلا چی فکر میکنی را چی آینده؟ یه جویسی محیطیست که جریان اندیشه و اطلاعات متوقفه یک رژیمیست که یأس ایجاد کرده و این جامعه جوان به کلی نسبت به اینکه آینده چیست؟ یک سوالیست که برای این پاسخ نیافت در دوی خرداد این جامعه یک حرکتی کرده این جامعه جوان حالا من خطابم بوست و اینکه چون در طی این 16 سال هم مرتب با اینکه راه دور است طرف خطاب ما همیشه جامعه جوان ایران بوده و بر این نظر بودیم که در ایران امروز با وجود 23 میلیون دانشجو و دانش آموز و از کودکستان تا دانشگاه این یک نیروی فعاله عظیم است یک نیروی محرکه عظیم است از دختر و پسر بر اینها اضافه می شود اینکه این مادران جامعه ما زنان جامعه ما که در این انقلاب کرده بودن تا منزلت انسانی پیدا کنن در این رژیم به جای منزلت انسانی پیدا کردن سرکوب شدن و این مجموعه این حرکتی رو ایجاد کرد که حرکت دوی خورده است اگر شما یه جوان شما یه زن ایرانی بخواهی در اون حرکت بمانی بلا سرت میاد باید این حرکت ادامه داد باید خوب توجه بکنید که هر تجربه رو رها کنیم از دست دادیم تجربه انقلاب ایران از دید من حرکت دوی خرداد معناش این است که یک نسلی وظیفه خودش رو در انتقال معارف به نسل بعدی خوب انجام داده و این تجربه انقلاب ایران است که داره به طرف هدفهای خویش می‌رود به طرف جامعه‌ای که در اون جامعه این اصول حاکم باشند استقلال آزادی رشد و ترقی و معنویت اسلام و معنویت اسلام برای اینکه جهانی که ما در اون هستیم چنان در بحران مادیت و قهر گرفتار است که برای رهایی از این بحران خود این قهر به این نتیجه رسیده که در اینجا اندیشه یه راهنمای جدیدی به وجود نمیاد و این اندیشه رو فکر کرده در یکی از چند کشور ممکنه به وجود بیاد که در اونها شرایط لازم جمع است که چند کشور حس بردن که بیشتر این شرایط در ایران جمع است و در واقع اینطوره به لحاظی که در ایران است که انقلاب عظیمی
روی داد که در آن تمام ملت شرکت کردند، چون که در قالب این حرکت های عمومی هم که بشریت انجام داده از اون زمان تا امروز، اینها متأثر از اون انقلاب بوده و همه هم پیروز بودن، چون که در حدود خرداد هم این حرکت دنیا رو خیره کرد. این همه دنیا خیال میکردن که این ملتی بوده با یه حرکتی کرده و ید مستبد رو آورده بر خود استوار کرده و اینا هم جنایت میکنن و خیانت میکنن و فساد، و ملت هم همجه تماشا میکنن. معلوم شد نه، اینطور نیست. پس امید من این است که این نسل که نسل جوان ایران است دائم در پی این باشه که این جریان اندیشه رو به هر قیمت برقرار بکنه، چون بدون این نمیتوان آینده شو بسازه. باید خواستای عمومی پیدا بکنه و برای این خواستای عمومی حرکت عمومی بکنه، و هدف او از این حرکت عمومی استقرار مردم سالاری بر اساس مشارکت باشه، اونطور که معنویت دین ما اقتضا میکنه، و دین رو هم از اسارت قدرت زورگوره ها بکنه، و ما یه جامعه داشته باشیم معنوی پیشرو برای تمام بشریت. این اون پیامی است که در خور یک نسلی است که این نسل مسئولیت بزرگی بر عهده گرفته که خلاص کردن ایران است برای همیشه از استبدادی که این کشور رو به روز تباهی انداخته است که ما در آن می‌بینیم. با تشکر از شما از اینکه وقتتون رو در جامعه گذاشتید، بسیار ممنون.